بسم الله الرحمن الرحیم خدمت مخاطبین محترم فرادر سلام عرض می کنم من یونسی هستم مدرس آموزش مکانیک تحلیلی دو مرور و حل تست کنکور کارشناسی ارشد در فصل اول این آموزش دینامیک سیستم ذرات رو بررسی خواهیم کرد مطالب فصل اول عبارتند از مرکز جرم حل تست کنکور ارشد مرکز جرم برخورد دو ذره حل تست کنکور ارشد برخورد دو ذره سیستم های جر متغیر و حل تست کنکور ارشد در مورد سیستم های جر متغیر در اولین درس این فصل مرکز جرم را خدمت شما معرفی می کنیم با مرکز جرم آشنا هستیم در واقع تا کنون هم از این استفاده می کردیم مثلا وقتی از ما می که به صندوق نیروی F وارد می شود یا نیروهای F1 F2 F3 وارد می شود شتاب صندوق چقدر است از قانون دوم نیوتن میگفتیم سامیشن F مساوی با MA سامیشن F را در یک نقطه در نظر می گرفتیم اون نقطه مرکز جرم بود مادامی که حرکت دورانی نداشته باشیم خب این کار کار درستی بود ما هم استفاده می کردیم اما وقتی جسم ضمن حرکت انتقالی حرکت دورانی هم داشته باشه در اون صورت باید یه مقدار نسبت مرکز جرم و دانستن اون نقطه حساس باشیم چون در اون صورت حرکت مرکز جرم مطرح میشه و دوران حول مرکز جرم که با این مفاهیم در آینده در فصلهای بعدی هم بیشتر آشنا خواهیم بود وقتی جسمی داشته باشیم سامانه داشته باشیم سیستمی داشته باشیم از چند ذره که این ذرات گسسته هستن از هم جدا هستن جرم کل شامل جرم تک تک این ذرات هست و مرکز جرم در این صورت سامیشن این حاصل ضرب است تقسیم برای جرم کل به این شکل تعریف میشه که در مورد اینها تست هایی هم خواهیم داشت مومنتوم خطی این سامانه این سیستم به این شکل نوشته میشه که جرم کل آرداد سرعت مرکز جرمه بهش میگن مومنتوم خطی این سیستم به خصوص قانون دوم نیوتون که سامیشن اف تغییرات زمانی مومنتوم خطی بود به این شکل نوشته میشه و اگر این سامانه ما این سیستم ما یک جسم صلب باشه یعنی از ذرات پیوسته تشکیل شده باشه در این صورت این سامیشن به انتگرال تبدیل میشه و مرکز جرم به این شکل نوشته میشه در مورد این فرمول هم تست هایی خواهیم داشت که بیشتر با اینا آشنا خواهید شد مفهوم مومنتوم زاویهی بر حسب سرعت مرکز جرم به این شکل تعریف میشه که شامل دو بخشه بخش اول در مورد مومنتوم خطی ضبط در آر مرکز جرمه و بخش دوم به مومنتوم خطی ضبط در این بردار در مورد حرکت نسبی سایر ذرات نسبت به مرکز جرمه که در این فصل با این مفهوم کاری نخواهیم داشت منتها در فصل مربوط به دینامیک اجسام صلب مومنتوم زاویهای بسیار کارآمد خواهد به خصوص تغییرات زمانی مومنتوم زاویی برابر است با جمع گشتاورهای خارجی که به جس باید میشه این هم بسیار کاربرد خواهد داشت در فصل مربوط خودش اینجا فقط صرفا معرفی میکنیم چون کتاب هم در این فصل اینا رو به این شکل معرفی کرده بر حسب مرکز جرم دقیقه فرمایید که اینجا گشتاورهای خارجی یعنی بحث در مورد نیروهای خارجیه چون نیروهای داخلی در اینجا نقش ندارن معمولا با همدیگه خونسا میشن که بحث های مربوط به خودشون داره ما هم باشون اینجا کاری نخواهیم داشت آخرین مفهومی که در این درس بهش اشاره میکنیم انرژی جنبشی کل سیستم هست که شامل دو بخش بخش اول یک دوم ان وی دو هست یعنی انگار کل جرم در این نقطه هست ضرب در سرعت این نقطه توان دو به اضافه این بخش که انرژی جنبشی ذرات نسبت به مرکز جرمه با این هم زیاد کار نخواهیم داشت منتها چون کتابش اشاره کرده بود ما هم اشاره کردیم که در واقع مرور درس مرکز جرم هم امکان پذیر باشه به با عنوان اولین تست این موضوع درون یک قطعه مکعبی شکل یک نواخت به زل ال یک سوراخ استوانه چنان هفت شده است که سطح جانبی استوانه مطابق شکل زیر بر وسط یکی از های مکعب مماس است و فاصله محور استوانه تا این وجه الچاروم است فاصله مرکز جرم این قطعه تا مرکز مکعب چقدر است کنکور کارشناسی ارشد سال 1402 این قطعه ماست با توجه به اینکه یه بخشش خالیه مرکز جرمش اینجا خواهد بود حدوداً فاصله مرکزی رو خواسته از مرکز مکعب که ال دومه دو برای حلش اگر از یک مکعب کامل استوانه رو برداره میشه همین قطعه در واقع فاصله این نقطه رو تا مرکز مکعب خواسته مکعب کامل با توجه به این مختصات مرکز زرمش ال دومه دو در این فاصله هست و استوانه با توجه به این مختصات مرکز زرمش ال چهارومه یعنی نصف این مر. در این راستا هستش که ایکس اون راستا هستش ال 4 رو با توجه به این توضیحات جدولی به این شکل اینجا در نظر گرفتم دو تا شکل دارم شکل اول مکعب کامل هست مرکز جرمو دارم جرمشو دارم و حاصل ضرب این دورم اینجا می نویسم جسم دوم من استوانه است که مرکز جرمو دارم جرمشو دارم علامت منفی به خاطر اون کم شدن است. استوانه هست یعنی هفت شده و حاصل ضربشون اینجا نوشتم جمع این ستون در واقع همون جمع جرم هاست و جمع این ستون هم که جمع حاصل ضرب مرکز جرم هر کدوم در جرمشونه از این رابطه برای سیستم های گسسته استفاده میکنم و مرکز جرم اون قطعه رو حساب میکنم که به این مقدار میرسم سوال از ما فاصله مرکز جرم تا مرکز مکعب خواسته یعنی اینو این مرکز جرم منهای ال دوم هست که اون فاصله رو به این شکل به دست میارم با توجه به این جوابی که بهش رسیدم گزینه الف صحیحه تست بعدی از یک صفحه نازک مستطیل شکل همگن به طول دار و عرض آر مطابق شکل زیر یک نیم دایره به شعای آر بریده شده است فاصله مرکز جرم قطعه باقی مانده یعنی بخش هاشور خورده تا نقطه او مرکز دایره کدام است خب این قطعه منه در واقع با توجه به اینکه این, این بخش ازش برداشته شده مرکز جرمش اینجا خواهد بود این فاصله از ما خواسته کنکور کارشناسی ارشد سال 1399 این قطعه منه اگر از یک مستطیل کامل نیم دایره رو کسر کنم میشه همین قطعه برای محاسبه این فاصله که خواسته تسته مرکز جرم مستطیل دارم نصف این فاصله از آر دوم مرکز جرم نیم دایره باید داشته باشن یا از طریق انتگرال گیری یا اینجا از قضیه گلدن پاپیوس استفاده کردم که میگه شما اگر این نیم دایره رو به اندازه دو پی هول این که اینجا ایکس بار دو هست بچرخونید میشه کره خب این خواسته منه دوپی پی میزان چرخوندن اینم که کل سطحه در اثر چرخوندن این سطح که نصف دایره هست به اندازه دو پی هول این محور به من کره خواهد داد که از این رابطه استفاده می کنم مرکز جرم نیم دایره رو حساب می کنم به این شکل جدولی مثل تست قبلی تشکیل دادم دو تا شکل دارم این مستطیل مساحتش حاصل ضرب این دو این نیم دایره از مرکز جرم رو حساب کردیم مساحتش به علامت منفی چون کم شده حاصل ضرب این دو تا این ستون جمع سطح هاست این جمع حاصل ضرب است. و از این رابطه استفاده می کنم برای اجسام گسسته و به این رابطه می رسم با توجه به جوابی که دست آوردیم گزینه جیم صحیحه تست بعدی مرکز جرم یک مخروط با توزیع جرم یک نواف به فاصله یک چهارم ارتفاع از قاعده مخلوط واقع است نسبت فاصله مرکز جرم مخروط ناقص شکل زیر از دو قاعده چقدر است کنکور کارشناسی ارشد سال 1397 این قطعه با توجه به اینکه یک مخلوط ناقص مرکز جرمی می خواهد داشت مثلا اینجاها از ما نسبت در واقع فاصله از قاعده بالا و از قاعده پایین خواسته قطعه من اگر از یک مخلوط کامل این مخلوط رو چسر کنم این قطعه ایجاد میشه از من ال1 به ال2 رو خواسته این قطعه مرکز جرمش اینجاست این فاصله تقسیم بر این فاصله چقدره خب دو تا شکل دارم طبق توضیحی که تست داده برای این مخلوط مرکز ثقل دارم یک چهارم ارتفاع که از قاعده حساب میشه یک چهارم یعنی برای این مخلوط هم میشه یک چهارم تا اچ خودش از این تناسب استفاده میکنم که از مثلث های متشابه به دست میاد و میبینم که این مخروط ارتفاعش h دومه یعنی h کل تقسیم بر دو رضا مرکز جرم اینم دارم 5 h 8 مطابق تست قبلی این جدول رو تشکیل دادم مخروط کامل جرمش حاصل ضرب این دو مخروط کامل بالایی مرکز جرمش جرمش بالامت منفی چون کم شده و حاصل ضرب این دو جمع این ستون که جمع جرم هاست جمع این ستون هم جمع حاصل ضرب هاست از این رابطه استفاده می کنم جاگذاری کردم و مرکز جرم رو با توجه به مختصات حساب کردم از من نسبت ال1 به ال2 رو میخواد که با اندکی عملیات جبری حساب کردم و جاگذاری کردم به 17 11 هم رسیدم لذا گزینه جیم صحیحه تست بعدی مطابق شکل تنابی به جرم M و طول پیار دوم در لحظه تیم سوسپا از وضعیت نشان داده شده بر روی سطح بدون استکاک استوانه‌ای به شعاع آر رها می شود. در ابتدا تناب در یک صفحه قائم قرار دارد و در حین حرکت نیز در این صفحه می ماند. سرعت تناب هنگام ترک سطح استوانه در نقطه B چقدر است؟ کنکور کارشناسی ارشد سال 1389 برای حلش در این مسئله ما می از قانون بقای انرژی استفاده کنیم یعنی حالت اولیه که تناب به این شکل قرار داره نسبت به این سطح یه انرژی پتانسیل داره و در این حالت که تناب به طور کامل رها شده باز یه انرژی پتانسیل داره و یه انرژی جنبشی میخوام این دوتا انرژی رو چیکار کنیم مساوی هم قرار بدیم و به اون خواسته مسئله که سرعت هستش در این لحظه برسیم خب انرژی پتانسیل آب یک چهارم قطر دایره کجاست تو مرکز سقلش پس ابتدا باید مرکز سقل رو چکار کنیم حساب کنیم یا سنتر اف مس اینو باید بدونیم یا مرکز جرمش رو باید بدونیم خب برای محاسبه مرکز جرم این یه المان طول رو نظر گرفتیم این المان طول مرکز جرمش مشخصه وسط همینه این وسط این دیت تاست با توجه به تعریف مرکز جرم در راستای وای مورد نیاز چرا چون شتاب جاذبه زمین در این راستا است و انرژی پتانسیل در این راستا محاسبه میشه از این رابطه استفاده کردم که انتگرال هست چون سیستم پیوسته است تو این شکل المان مرکز سقلش گفتم اینجاست مرکز جرمش اینجاست مرکز سقل مرکز جرم فرق نمیکنه من اگر یه موقع جا به کار بردم مفهومش یکیه وای هستش آر برای این المان و X هستش آر سینوس تا تو اینجاها جاگذاری کردم دی ام هستش سیکما DL و DL هستش آر دی تتا جاگذاری کردم و انتگرال از صفر تا پی دوم دو چرا چون تغییرات از صفر تا پی و نهایتا مرکز جرمش شد دو آر پیوم به خصوص از کردم وای خط رو میخوام چون پتانسیل میخوام بنویسم خب از این رابطه ما استفاده کنم ای یک مخصوص به ای دو یعنی بقای انرژی در این حالت گفتم انرژی پتانسیل در این نقطه هست قسمت هستش منهای ام در این فاصله چون نسبت به این مختصات وای خط شد دار پیوم من اینجا این فاصله رو میخوام برای نوشتن پتانسیل رضا آرک شوهای دایره است منهای این مقدار بشه میشه این مقدار که برای نوشتن پتانسیل لازمه با علامت منفی چون پایین این سطحه همچنین برای حالت دوم که تناب به صورت کامل باز شده انرژی جنبشی دارم و انرژی پتانسیل که در این نقطه هست این نقطه هستش این فاصله که شاه هست به اضافه این فاصله که نصف این طوله این طول خودش بود یک چهارم محیط دایره لذا نصف اینم میشه به این شکل چون محیط دایره دو پی آره. نصفش میشه پی آر و یک چهارم میشه پی آر دوم و اگر نصف بشه میشه پی آر چهارم علامت منفی چرا چون پایین این سطحه افتضا بقیهش که محاسبه جبری از ما سرعت رو خواسته به این شکل با محاسبه جبری بهش میرسی. با توجه به این جواب گزینه جیم صحیحه تست بعدی کره همگن به جرم ام و شوهای آر را در نظر بگیرید اگر قسمتی از کره توسط صفحه‌ای به فاصله آر دوم از مرکزش قطع شود فاصله مرکز جرم قسمت باقی مانده از مرکز کره کدام است این المان ماست یک مرکز زیر می داره مثلا اینجاها چون اگر کره کامل بود اینجا میشد مثلا اینجاها خواهد بود و فاصلهش از اینجا را خواسته کنکور کارشناسی ارشد سال 1387 این قطعه منه از طریق انتیاگیری میخوام مرکز زیرمش رو پیدا کنم تو این مختصاتی که دارم x y z در یک فاصله ای به اندازه z یه المان dz را میگیرم مرکز جرم اینو دارم وسط همین رضا روی این میخوام انتقال گیری کنم از تقارنم میدونم که در واقع مرکز جرم تو این راستا خواهد بود یعنی وای خطش و ایس خطش صفره فقط از ما آنچه که مهمه زد رو حساب کنیم زد خط رو حساب کنیم لذا برای سیستم های پیوسته این رو دارم برای المانی که به رنگ قرمز هست محاسبات انجام میدم بعد انتقال گیری میکنم Z هستش آر کوسینوس این زد منه آر شوا در داره این زد آر هستش آر بزرگ سینوس یعنی این طول دی ام هستش رو دی وی و دی وی هستش در واقع المان حجم ما که هستش این مساحت ضرب در زخامت زخامت هم از مشتق این به دست میاد که اینجا دیگه منفی مشتق رو اعمال نکردیم چون با طول سرکار داریم با المان با اون مقداری سرکار داریم اینا که این کردیم توی انتگرال و کلان انتگرال ازش از تتا صفر این حالت اولیه که از اینجا شروع میشه چون کره کامل نیست از اینجا شروع میشه تا پی تا اینجا پس باید بدونم تتا صفر چقدره از این رابطه استفاده میکنم تو اینجا شروع من از اینجا سیم که از اینجا تا اینجا تتا از این شکل استفاده میشه کوسینوس تتا صفر ازش آر دوم این فاصله داده مسئله است تقسیم بر آر که میشه 60 درجه لذا مقدار کلان پایین هم دارم بقیهش میشه محاسبات ریاضی و انتگرال گیری که انتگرال صورت گرفتم جاگذاری کردم به این مقدار رسیدم انتگرال مخرج هم جاگذاری کردم و به این مقدار رسیدم و نهایتا با جاگذاری و عملیات جبری به این مقدار رسیدم با توجه به جوابی که دست آوردم گزینه جیم صحیح موضوع این دست برخورد دو ذره هست. در این شکل وضعیت دو ذره رو قبل از برخورد میبینیم فرض شده که سرعت جرم یک از سرعت جرم دو بیشتره یعنی جرم یک به جرم دو برسه و بهش برخورد کنه. این لحظه هستش که برخورد شکل گرفته و اینم بعد از برخورد. قبل از برخورد سرعت ها رو داریم. بعد از برخوردم سرعت ها رو به این شکل داریم. چون به این سیستم که شامل دو ذره هست هیچ نیروی بیرون از این سیستم وارد نمیشه لذا مومنتوم خطی این سیستم ثابت خواهد بود طبقه این رابطه یعنی M1V1 به اضافه M2V2 باید با M1V1 پریم به اضافه M2V2 پریم برابر باشه یعنی مومنتوم قبل از برخورد با مومنتوم بعد از برخورد باید برابر باشه این یکی از قوانین بقاست همچنین وقتی که برخورد الاستیکه یعنی کشتانه کاملا در اون صورت هیچ گرمایی در اثر برخورد به وجود نمیاد انرژی اولیه با انرژی ثانویه برابره یا بهتر بگیم که انرژی جنبشی اولیه با انرژی جنبشی ثانویه برابره و میشه قانون بقای انرژی در مسائل مربوط به برخورد دو ذره این دوتا قانون بقا یعنی بقای مومنتوم خطی و بقای انرژی جنبشی در حل مسائل و تست های مربوطه کاربرد فراوان خواهند داشت در برخورد دو ذره مفهوم بسیار مهمی داریم به عنوان ضریب جهندگی، ذریب بازگشت، ذریب برگشت ترجمه های مختلفی میشه که به این شکل تعریف میشه قطعا در مکانیک تحلیلی یک ازش استفاده کرده ایم. خب دیفورمیشن در اثر برخورد و نشون داده که نیروی افدی به این ذره هست این نیروی داخلیه و در زمانی که از هم جدا میشن این نیروی این مقدار داره و ذریب جهندگی یا زریب بازگشت به این شکل تعریف میشه با جزئیاتش کار نداریم ولی این فرمول خیلی مهمه که در واقع سرعت نسبی جدا شدن تقسیم بر سرعت نسبی به هم نزدیک شدن قبلا هم عرض کردم از این رابطه در مکانی تحلیل در حل اون تست مربوط به اون توپی که چند بار به روی سطح میز میخوره و جمع ارتفاع خواسته بود استفاده کردیم اینجا گراف مربوط به ضریب جهندگی رو رسم کردیم برای انواع برخورد اگر برخورد کاملا الاستیک باشه کاملا کشتان باشه ای که گفتیم که در این صورت بقای انرژی جنبشی هم داریم هیچ گرمایی در اثر برخورد تولید نمیشه و به مرور میبینید که در برخورد کاملا پلاستیک کاملا ناکشتان ای صفر یعنی دو تا در به هم میچسبند بعد از برخورد که از هم جدا نمیشن لذا اینجا میبینید که ای یک نیست وقتی ای یک نیست حتما در اثر برخورد گرما تولید میشه که باید در محاسبات مربوط به انرژی اون مقدار گرما رو چکار کنیم لحاظ کنیم پس باید بدونیم وقتی ای یک نیست حتما در برخورد گرما تولید میشه در برخورد مایلم با توجه به اینکه مختصات n و t ان عمود هست تی مماس بر دو ذره هست در لحظه برخورد در اینجا هم باید بقای مومنتوم خطی داشته باشیم هم در راستای T و هم در راستای N این و اینجا اشاره میکنه به اون نیرویی که در زمان برخورد در دیوریشن سفتاتی به این شکل شکل میگیره این نیرو کجا کار بود خواهد داشت در فصل مربوط به دینامیک اجسام صلب اونجا تحت عنوان ضربه به این نیرو اشاره خواهیم کرد که این ضربه باعث خواهد شد که جسم در اونجا هم دوران داشته باشه هم مرکز جرمش صورت داشته باشه و بحث مربوط پرو خواهیم داشت اینجا ولی در این مورد کاری نخواهیم کرد ولی مفهومش خیلی مهمه که بدونیم که در اثر برخورد در دیوریشن مربوط برخورد که زمانش خیلی کوتاه بستگی به دوتا جرم داره این نیرو شکل میگیره اما بقای مومنتوم در حل مسائل و همچنین بقای انرژی کاربرد خواهم داشت در این اسلاید بحثمون رو جنببندی می‌کنیم گفتیم که در برخورد دو ذره چون خارج از سیستم نیروی به سیستم وارد نمیشه مومنتوم خطی طبق قانون دوم نیوتون بقا داره یعنی مومنتوم خطی قبل از برخورد با مومنتوم خطی بعد از برخورد برابر اینجا بردارها رو نشون ندادیم یعنی علامت بردار رو روی سرعت ها نذاشتیم ولی خودتون میدونید که سرعت کمیت برداری هست برای اینکه شلوغ نشه رابطه اینجا این علامت ها رو به کار نبردیم همچنین با توجه به اینکه انرژی پتانسیل دخالت نداره بقای انرژی کل رو داریم البته باید مقدار گرمای طولچه رو لحاظ کنیم قبل از برخورد آنچه که داریم انرژی جنبشی دو ذره هست بعد از برخورد انرژی جنبشی دو ذره هست به اضافه گرما که اگر برخورد کاملا کشتان باشه این گرما صفره اما اگر نه برخورد کاملا کشتان نباشه یعنی ای ضریب جهندگی یا ضریب بازگشت یک نباشه در اون صورت در اثر برخورد و ذره حتما گرما تولید خواهد شد که مقدار گرما از این رابطه حساب میشه مشاهد این فرمایید که اگر ای یک باشه کیو صفره اما اگر ای مقدار داشته باشه قطعا اینجا کیو مقدار داره که باید در نوشتن بقای انرژی اینو لحاظ کنیم در این بخش چند تست کنکور ارشد در مورد برخورد دو ذره حل میکنیم به عنوان اولین تست دو ذره به جرمهای M1 و M2 با اندازه صورت اولیه V1 و V2 که به سوی یکدیگر حرکت می کنند به صورت کشتان و رو در رو با همدیگر برخورد می کنند. اگر انرژی جنبشی اولیه دو ذره در دستگاه آزمایشگاه یکسان باشد و پس از برخورد ذره M1 در دستگاه آزمایشگاه ساکن باقی بماند کدام گزینه درست است؟ کنکور کارشناسی ارشد سال 1395 توضیح از کنم که با توجه به این که در مسائل مربوط به فیزیک عمدتا با اندازه گیری سر کار داریم یعنی مسئله از ما کمیتی خواسته که اون کمیت باید اندازه گیری بشه در اندازه گیری با توجه به این که کمیت ها اغلب برداری هستن حتما مختصات لازم دارم مختصات با انتخاب اون ناظره هر مختصاتی که دوست داشته باشه انتخاب میکنه و در اون مختصات جا میگیره و شروع میکنه به اندازه گیری با ابزاری که داره در مقوله برخورد دو ذره دو تا مختصات مطرحه یکی مختصات آزمایشگاه هست یعنی مختصاتی که ناظر در آزمایشگاه تشکیل میده و از اونجا به برخورد نگاه میکنه و اندازه انجام میده مختصات دیگه ای که مطرح مرکز جرمه یعنی مختصاتی هستش که ناظر در مرکز جرم دو ذره نشسته چون در سوالاتی که طراحان محترم در کنکور ارشد تر کرده بودن اکثرا بحث مقصد آزمایشگاه مطرح بود لذا اصلا ما مقصد مرکز جرم رو معرفی نکردیم لذا همین مقصد آزمایشگاه رو که همون x معمولی هست رو به کار خواهیم بود پس ناظر ما در آزمایشگاه یعنی در سطح زمین در یک مقصد ساکن وایسده و به برخورد نگاه میکنه و اندازه گیری میکنه یه توضیح توضیح بعدی هم که در اینجا گفته کاملا برخورد کشسانه یعنی ای یکه خب برای حلش در اینجا شکل داره اون اتفاق رو نشون میده این قبل از برخورده و اینم بعد از برخورد که طبق داده مسئله ذره یک در دستگاه آزمایشگاه ساکنه و ذره دو حرکت میکنه با توجه به اینکه هیچ نیروی بیرون از سیستم به این سیستم وارد نمیشه مومنتوم خطی بقا داره رابطه نوشتیم علامت منها به این نستش که ذره دو به این سمت حرکت میکنه مومنتوم قبل از برخورد و مومنتوم بعد از برخورد همچنین بقای انرژی داریم ضمن این که برخورد کشتان انرژی جنبشی قبل از برخورد با انرژی جنبشی بعد از برخورد برابره در برخورد کشتان گفتیم که ای یک هست و کیو صفر. یعنی هیچ گرمایی تولید نمیشه. پس بین این رژیم جنبشی این رابطه رو میتونیم بنویسیم از این داده تو این رابطه استفاده میکنیم و به این رابطه میرسیم و از این رابطه در فرمول یک که بقای مومنتوم اتجا کردم و نهایتا به این رابطه رسیدم طرف این رو به توان دو رسوندم و به این رابطه رسیدم از طرفی از این داده مسئله استفاده کردم عامل های مشترک رو حذف کردم و صورت مخرج رو در اینجا به M1 و در اینجا به M2 ضرب کردم که میخوام در واقع از این استفاده کنم و به این شکل M1 آوردم اینجا و این آوردم اینجا و از این رابطه استفاده کردم یعنی اینو که دارم تو اینجا سعی کردم که از رابطه اول استفاده کنم و مشابه این عبارت رو ایجاد کنم که ایجاد کردم و ببینم که در واقع این همون M1 به M2 هست این M1 به M2 هستش این مقدار که جاگذاری کنیم محاصره کنیم تقریبا میشه پنج و هشته هم. لذا گزینه الف صحیحه تست بعدی توپی با تندی 5 متر بر مطابق شکل زیر تحت زاویه 37 درجه به دیوار صلبی برخورد می کند که ضریب بازگشت یا ضریب جهندگی آن نیم است تندی توپ پس از برخورد به دیوار چند متر بر است کوسینوس 37 درجه هم 8 هم داده کنکور کارشناسی ارشد سال 1394. اینجا میدونید که چون ضریب جهندگی یک نیست نیمه بقای انرژی دیگه نداریم داریم منتها باید گرما رو لحاظ کنیم که کار پر درد سریه و از ما نخواسته ولی بقای مومنتوم صادق برقراره چرا چون هیچ نیروی بیرون از سیستم به سیستم وارد نمیشه برای حلش در اینجور برخوردها که برخورد مایل هست مختصات N و تی رو تعریف میکنم به این شکل مومنتوم خطی در هر دو راستا ان و تی بقا باید داشته باشه با توجه به تتا و این مقدار داده و اینم داده و n یعنی سرعت ها در راستای ان حساب شده اینا داده بود 5 5 سینوس تتا و برای دیوار هم هیچ جابجایی در اثر این برخورد نداریم در رابطه مربوط به ضرب بازگشت لحاظ کردیم و جاگذاری کردیم به این رابطه رسیدیم یک پریم ان هستش 5 سینوس تتا دوم دو با توجه به اینکه بقای مومنتوم در راستای تی هم داریم لذا باید وی که تی مساوی با وی یک پریم تی باشه که همون 5 کوسینوس تتا هستش 5 پنجم داده مسئله هستش برای حالت اولیه قبل از برخورد الان برای این ذره هم در راستای تی مقدارش داریم و هم در راستای ان مقدارش داریم که از اعمال قانون بقای مومنتوم خطی به دست مسئله از ما مقدارش خواسته بعد از برخورد مقدار تندی چقدره یعنی این مقدار خب دو قسمت داره با از این بردار هستش اینا رو تو این رادیکال جاگذاری کردیم و محاسبات رو انجام دادیم به این مقدار رسیدیم با توجه به این مقدار گزینه جیم صحیحه تست بعدی مطابق شکل گلوله‌ای به جرم M و شعاع R با سرعت V به گلوله ساکنی به جرم ام و شهای دار برخورد می کند. ضریب برگشت یا بازگشت یا جهندگی یک سوم است و فرض می کنیم معلفه های سرعت در راستای مماس بر گلوله ها در هنگام برخورد تغییر نمی کند. اندازه سرعت M پس از برخورد چقدر است کنکور کارشناسی ارشد سال 1389 در این شکل ها شرایط قبل از برخورد که این ذره تحت عنوان دو ثابته در آزمایشگاه و این ذره با سرعت V بهش نزدیک میشه این شکل مربوط به زمان برخورد و بعد از برخورد هست که گفتیم در این حالت از مختصات N و T استفاده میکنیم N راستای عمود بر دو ذره هست و T مماس هست این V همون V قبل از برخورده با توجه به مختصات N و T ذرات Vt تی خواهند داشت و وی خواهند داشت حالا بسته به شرایط مسئله که اینجا از ما سرعت ذره رو خواسته بعد از برخورد ذره یک رو خواسته گفتیم در اینجور مسائل معمولا نیروی خارج از سیستم به سیستم وارد نمیشه داخل سیستم یه نیرو هست در زمان برخورد که در شکل‌های قبلی در درسمون نشون دادیم ولی اون نیرو نیرو داخلیه اما بیرون از سیستم هیچ نیروی به سیستم وارد نمیشه لذا بقای مومنتوم خطی در راستای تی و n داریم که استفاده میکنیم هم در راستای تی و هم در راستای n بقای مومنتوم می نویسیم ضمنا از این داده مثلا استفاده میکنیم که گفته در راستای مماس مومنتوم ها تغییر نکنن خب این ذره تحت عنوان ذره دو اصلا در راستای تی مومنتوم نداشت چون ثابت بود اساسا ساکن بود این ذره هم در راستای تی با توجه به تعریف و این تتا مومنتومش هستش ام وی سینوس تتا که ثابت هم باقی میمونه اما در مورد پاسخ دادن به مقدار سرعت این باید مؤلفه انش هم بدونیم که از این روابط استفاده کردیم ای ضریب بازگشت و جهندگی رو به این شکل تعریف میکنیم که بین مؤلفه های عمودی هست یعنی این هست با چه سرعت نسبی از هم دور میشن و با چه سرعت نسبی به هم نزدیک میشن که اینجا لحاظ کردیم با توجه به اینکه فرض کردیم که این ذره از برخورد در این راست حرکت کنه و این ذره هم به این شکل انش باشه از این مختصری که معرفی کردیم تبعیت کردیم و اگرم جد های ساعت ها اشتباه باشه نگران نباشیم خود محاسبات ما خواهد گفت جاگذاری کردیم و به این دستگاه رسیدیم دیدیم که مؤلفه ان ذره یک بعد از برخورد صفره یعنی ذره یک در این راستا حرکتی نخواهد داشت طبق این روابطی که داریم و بهش رسیدیم لذا آنتی که میمونه همون معلفه در واقع مماسی هستش که هستش وی سینوس تتا طبق این شرایط که اینجا هستش سینوس تتا هستش آر تقسیم بر سه آر و جاگذاری کردیم به وی سوم رسیدیم یعنی سرعت ذره یک بعد از برخورد همون معلفه مماسی هست طبق این شکل و مقدارش هم 20 با توجه به این مقدار گزینه ب درسته تست بعدی دو ذره به جرم های M1 و M2 در یک امتداد به ترتیب با صورت V و آلفا وی که آلفا عددی هست بین صفر و یک در حرکت در یک لحظه این دو به صورت کاملا کشسان به هم برخورد می کنند. اگر پیش از برخورد انرژی جنبشی جرم M1 8 برابر انرژی جنبش میشه جرم M2 باشد نسبت M1 به M2 چقدر باشد تا جرم M1 پس از برخورد ساکن شود ساکن کجا در سیستم مختصات آزمایشگاه کنکور کارشناسی ارشد سال 1386 برای حلش شرایط قبل از برخورد و بعد از برخورد اینجا آوردیم گفته بعد از برخورد ذره M1 در سیستم مختصات آزمایشگاه ساکنه لحاظ کردیم اینجا داشته ها رو نوشتیم M1 صورتش V M2 آلفا V T1 هشت برابر T2 هست داده های مسئله هست و همچنین این ارز کردم V1 بریم صفره از ما M1 به M2 رو خواسته باید روابط رو جوری بنویسیم جوری جاگذاری کنیم که به این مقدار خواسته شده برسیم از این داشته به این شکل استفاده می کنیم و پیدا می کنیم که M1 به M2 8 آلفا 2 هست لذا باید آلفا رو بدونیم چقدر که تو این رابطه جاگذاری کنیم به اون خواسته تست برسیم از مومنتوم خطی که در راستای داده شده بقا داره چرا؟ چون نیروی خارجی نداریم استفاده کردیم قبل از برخورد بعد از برخورد قبل از برخورد سرعت وی و سرعت آلفا وی رو برای ام 2 گذاشتیم بعد از برخورد هم که فقط اینو داریم و اینجا ویدو پریم رو به دست آوردیم از بقای انرژی هم استفاده کردیم گرما هم نداریم چون گفته در خود کاملا کشسان انرژی جنبشی ذره یک انرژی جنبشی ذره دو مساویس با انرژی جنبشی بعد از برخورد که فقط ذره دو انجام که گفته که این هشت برابر اینه یعنی در واقع این جاگذاری شده تی یک هشت برابر تی دو هست تی دو رو داریم اینم هشت برابر شد جاگذاری کردیم و نهایتا به این شکل رابطه رو ساده سازی کردیم و ادامهش اینجا داریم که عملیات جبری هست یک معادله درجه دو رسیدیم بر حسب آلفا این دوتا جواب داره جواب منفیش قابل قبول نیست و چون آلفا داده بود که بین صفر و یک نمیتونه منفی باشه لذا این قابل قبوله محاسبات انجام شده و جاگذاری شده به مقدار یک دوم که نسبت ام به هست و خواسته مسئله بود رسیدیم با توجه به این مقدار گزینه ب صحیحه تست بعدی گلوله‌ای که موازی سطح افق در حرکت است به مکعبی که روی سطح افقی بدون استگاه قرار دارد برخورد کرده و به آن می‌چسبد. اگر 40 درصد انرژی جنبشی اولیه تلف شود، جرم مکعب چند برابر جرم گلوله است؟ کنکور کارشناسی ارشد سال 1386. اینجا دیگه برخورد کاملا ناکشتانه یا اصلاح پلاستیکه چون بعد چسبیدن بعد از برخورد دیگه با هم حرکت میکنن برای حلش قبل از برخورد این ساکن جرم یک ترکت حرکت میکنه بعد از برخورد که به هم چسبیدن دارم با هم حرکت میکنن در نوشتن روابط باید اینو کنیم لحاظ کنیم همچنین این مسئله گرما هم باید لحاظ کنیم خب از ما این مقدار میخواد بقای انرژی رو نوشتیم با لحاظ کردن گرما که گفته چهل درصد انرژی جنبشی اولیه هست چهل درصد با چهاردهم کردیم همچنین بقای مومنتوم خطی رو داریم قبل از برخورد فقط ذره یک هست با V1 و M1 بعد از برخورد با هم حرکت میکنن با صورت V1 تو پریم اینجا نوشتیم بعد از برخورد نکنید M1 به اضافه M2 هست و هم چسبیدن خب عملیت جبری رو انجام میدیم نمیخونم چه ساده ای هست دنبال این هستیم باید عملیت جبری رو کاری کنیم که به این منجر بشه اینجا رسیدیم به دو سوم M2 به M1 هستش دو سوم با توجه به این جواب گزینه الف صحیحه عنوان آخرین تست این موضوع ذره به جرم ام با تکانه خطی اولیه P1 یا مومنتوم خطی اولیه P1 با یک ذره مشابه که در حالت سکون است برخورد می کند. اگر مقدار تکانه های خطی دو ذره پس از برخورد به ترتیب P1 پریم و P2 پریم باشد مقدار انرژی تلف شده در این برخورد کدام است؟ سای زاویه بین پی پریم و پی دو پریم از سوال تعلیفی هست. از فولزم انتخاب شده سوال مفهومی خوبی هست. مطابق تست های قبلی شرایط قبل از برخورد رو آوردیم اینجا. ذره دو ساکنه. ذره یک سرعت وی اک داره یعنی مومنتوم پی اک داره. بعد از برخورد طبق گفته مسئله شرایط به این شکل ذره یک در این راست حرکت میکنه. ذره دو در این راستا و زاویه بینشون سایه. با توجه به اینکه هیچ نیرویی به این سیستم خارج از این سیستم وارد نمیشه لذا مومنتوم خطی بقا داره هم در این راستا چون برداره و هم در این راستا اینجا رابطه ریاضی رو برای این گفته نوشتیم در این راستا قبل از برخورد دارم ام 1 وی 1 ام 1 هم با ام دو برابر ام که اصلا کلا اینجا با ام ها کار نداریم با پیا سر کار داریم نوشتیم بعد از برخوردم در این راستا دوتا تصویر کردیم پی یک پریم ضرب در کسینوس این زاویه پی دو پریم ضرب در کسینوس این زاویه که هستش سای منهای این زاویه ها در این راستا هم نوشتیم که معلف ها به این شکل از طریق سینوس گرفتن حساب میشن قبل در از برخورد در این راستا هیچ مومنتومی نداشتیم که صفر گذاشتیم در اینجا کسینوس و سینوس رو بازش کردیم به توان دو رسوندیم چرا چون در رابطه انرژی اینا رو لازم داریم پس از به توان دو رسوندن جمع کردیم و به این عبارت جبری رسیدیم اسم گذاشتیم یک از بقای انرژی با لحاظ کردن گرما که خواسته مثلا هستش استفاده کردیم انرژی جنبشی قبل از برخورد فقط مربوط به ذره یک هست بعد از برخورد هر دو ذره انرژی جنبشی دارن به این شکل به اضافه گرما و مثلا از ما گرما رو خواسته که اینجا حساب میکنیم یعنی کیو این مقدار منهای این دوتا نوشتیم و از این داشتمونم استفاده کردیم تو این رابطه به این رابطه رسیدیم که رابطه بسیار جالبیه با توجه به این رابطه که اثبات کردیم بهش رسیدیم گزینه جیم صحیحه